به نام خدا. تو این ارائه من اول در مورد ماینوریتی گیم صحبت میکنم، بعد یه مقدار در مورد استایلایزد فکس یا مشخصه هایی که تو بازارهای مالی وجود داره حرف میزنم، بعدش یه مدلی رو ارائه میدم که برای بررسی بازارهای مالیه و بر اساس ماینوریتی گیم ساخته شده. خب قضیه از جایی شروع شد که یه آقایی به نام ویلیام برین آرتور تو سال 94 تو پیپری که در مورد محدودیت‌های استدلال استنتاجی چاپ کرده بود میاد یه مسئله رو مطرح می‌کنه. مسئله چیه؟ یه باره که این نفر هر هفته به صورت مستقل تصمیم می‌گیرن که برای شنیدن موسیقی برن اونجا یا نرن. منتها یه محدودیتی وجود داره، این که اگه بیشتر از 60% ظرفیت بار پر بشه به کسایی که اونجا هستن خوش نمیگذره و این نفر هیچ گونه ارتباطی با هم ندارن. به صورت مستقل باید تصمیم بگیرن که این هفته شرکت میکنن یا نمیکنن و این تصمیم گیری رو فقط بر مبنای حافظه شون انجام میدن، این که تو هفته های قبلی چه اتفاقی افتاده. مثلا فرض کنید توی 6 هفته گذشته درصد تعداد افراد شرکت کننده توی بار اینا هستش. 6 هفته قبل 50%، بعد 5% اضافه شده، شده 55%، بعد 10% اضافه شده، 65%، بعد 5% کم شده، بعد 10% کم شده، بعد دوباره 5% اضافه شده. خب حالا اگه شما جای این افراد این بار باشین چه تصمیمی میگیرین؟ شرکت میکنین یا نمیکنین؟ با توجه به این حافظه‌ای که من اینجا واسه تون نوشتم. شرکت میکنی؟ آره اصلا 60 بودش. یه بار خطا داشته. نظر دیگه نداره کسی؟ شرکت نمیکردی؟ چرا؟ بعدش که نیومدن ممکنه با خودشون فکر کنن که حالا چند هفته نرفتیم این دفعه بریم و ممکنه درصدش دوباره زیاد شه. خب این یه استدلال خوبیه. خب من بیشتر دوست داشتم یعنی ناگهان یه نظمی وجود داره تو این اعداد دیگه. ناگهان یه دقیقا نظم وجود داره. 5 تا اضافه شده، بعد 10 تا اضافه شده، بعد 5 تا کم شده، بعد 10 تا کم شده، بعد 5 تا اضافه شده. یکی اگه اینو ببینه میگه خب لابد دوباره 10 تا اضافه میشه، 65% میشه. خب 65% میشه، خب نباید شرکت کنم دیگه. قبول داری؟ همین اطلاعات دارم، همین آره همه اینو دارن میبینن. شاید کلت زیادتری شرکت نکنم چون همین دارن اینو میبینن که این سری میخواد 65 بشه. بعد میگین همه دارن میبینن این سری 65 میشه، پس من شرکت نمیکنم یا شرکت میکنم، درسته؟ خب نمیدونه که شرکت کردن یا نکردن خودش به 60% میرسوناتش نه دیگه. اگه اینو ببینه و حدس بزنه که دفعه بعد 65 من میگم حتی میتونه کمتر از 55 بشه، میتونه. آره یعنی شما شرکت میکردی دیگه. ببینید قراره بشه 65 پس نمیرن یه سری آدم میدونن قراره بشه 65 پس نمیرن پس شما میری دیگه، درسته؟ خب مسئله اینه جا دفعه اوله که همه این اطلاعات دارن یا همیشه میشه؟ نه همیشه دارن ولی یه مموری دارن فقط مثلا 6 هفته قبلی یادشون میمونه، این شکلیه. خب ولی مسئله اینه کلن اگه یه یعنی اگه بخوایم یه استراتژی رو در نظر بگیریم که بهترینه، جواب اینه که بهترین استراتژی وجود نداره. به خاطر اینکه شما این استدلال اگه ادعا دینی که بهترین استراتژیه، همه اگه اینو انجام بدن طبق اون عمل کنن همه نمیرن یا همه میرن و همه متضرر میشن. خب این دقیقا مسئله همینه که مردم نمیتونن استدلال منطقی واسه این مسئله بیارن یا این دسته از مسائل بیارن. خب همین آقای آرتور
اول محدودیت رو مطرح میکنه توی مقالش، بعد میاد یه راه حل واسش ارائه میده. میگه فرض کنید تعداد افرادی که تو هفته‌های قبل شرکت کردن مثلا اینا باشه. خب میایم یه سری استراتژی تعریف میکنیم. خب خیلی هم مهم نیستش که مبنای عقلی این استراتژی چیه، فقط یه سری استراتژی تعیین میکنیم. این که مثلا یکیش اینه که هفته بعد مثل هفته قبل میان 35% میان، هفته بعدش مثلا دوباره میانگین چه میدونم 4 هفته قبلی میاد. انواع و اقسام اینجور این جنس استراتژی ها. خب میایم از این استراتژی ها تعریف میکنیم و به ایجنت هامون میایم یه تعدادی از این استراتژی ها میدیم. خب اتفاقی که میفته چیه؟ این کار انجام میدن و یه شبیه سازی عددی کردن اینجا، یعنی توی 100 هفته یه شبیه سازی عددی کردن، اومدن یه تعدادی استراتژی دادن به ایجنت ها و مشارکت رو دیدن که چجوریه. و همینطور که میبینین یه مقدار خوبی داره حول 60 نوسان میکنه، یعنی تعداد افرادی که متضرر شدن با این راه حلی که آقای آرتور ارائه کرده کم شده. خب اگه مثلا بخوایم این راه حل رو به کار نگیریم، همین اتفاقاتی که دیدیم پیش میاد. شما یه استدلالی میکنین، یه تعداد خیلی زیادی آدم همون استدلال میکنن و اتفاقی که میفته نوسانات اینجا خیلی زیاد میشه و افرادی که ضرر میکنن زیاد میشه. پس این نوسانات خیلی مهمن و ما سعی میکنیم راه حلایی که میدیم این نوسانات رو کم کنیم باش. حالا بر اساس این مسئله دو تا فیزیکدان تو سال 97 میان مایورتی گیم رو مطرح میکنن، آقای چلت و جنگ که از دانشگاه فرایبورگ هم بودن. بعد اومدن چیکار کردن؟ تو قدم اول اومدن یه خورده کمیتر به این مسئله نگاه کردن، گفتن که خب این تا ایجنت داریم و این حالت ممکن برای شرکت تو هر هفته وجود داره، درسته؟ و این حالت ممکن اگه یه مموری داشته باشیم به طول M، اگه یه مموری داشته باشیم به طول M، یعنی هر ایجنت M هفته قبلی یادش بیاد، هر کدوم از اینا N حالت داره دیگه، درسته؟ هر کدوم از اینا N حالت داره، پس N به توان M حالت برای حالات مموری ما وجود داره. خب N تعداد ایجنت ها بودن که میخوان تصمیم بگیرن که شرکت کنن یا نکنن. اوکی خب و به ازای هر کدوم از این مموری ها باید یه استراتژی وجود داشته باشه که بگه هفته بعد شرکت کن یا نکن، یا بهتر بگم تعداد افراد شرکت کننده چند تا. خب به خاطر همین کل فضای استراتژی هامون n به توان m تا حالت ممکن داره. خب حالا جلوتر به این اشاره میکنم واضح‌تر میشه که چرا اینجوریه. و اومدن دوباره یه سری ساده سازی انجام دادن. چیکار کردن؟ گفتن که تعداد دقیق شرکت کننده ها مهم نیستش، مهم فقط اینه که استراتژی به من بگه که آقا شرکت کن یا نکن، درسته؟ پس اون فضای بزرگ n به توان m تایی کاهش پیدا میکنه به 2 به توان n به توان m تا. خب و یه ساده سازی دیگه ای که انجام دادن اینه که آقا نیازی نیست تو تعداد افراد شرکت کننده دقیقا یادت بمونه، فقط این که بیشتر از 60 بوده یا کمتر از 60 این یادت بمونه کافیه. خب به خاطر همین دوباره فضای استراتژی هامون به 2 به توان m تا کاهش پیدا کردش. و اینکه بله بفهمید اونا من یه خورده جلوتر یه مثال میزنم متوجه میشه. و اینکه اومدن مدل رو متقارن کردن، اینکه همیشه یه ماینوریتی وجود داشته باشه و خیلی راحت بتونیم تعیینش کنیم، برای این اومدن به جای 60% 50% رو انتخاب کردن. خب مثلا برای ام مساویه با 3 یه استراتژی این جدولیه که من اینجا نشون دادم. چجوری اینجوریه؟ ببینید برای ام مساویه با 3 یعنی ایجنتمون فقط 3 تا
حافظه داره، 3 هفته یادش میاد. خب این چند تا حالت داره؟ هر کدوم از اینا میتونن آره دو حالت داره. پس این 2 به توان 3 حالت داره، من اینجا نمایش دادم 2 به توان 3. خب نه کل N نفر، هر کدوم از این N نفر میتونه تو هفته تصمیم بگیره که شرکت کنه یا نکنه. هر کدومشون یه 2 به توان N به توان M هم، پس یه جمع روی N نداریم برای به دست آوردن فضای استراتژی ها؟ نه بذارید من اینو بگم. فضای استراتژی مشخص میشه که منظورم دقیقا چیه. خب ببینید این هیستوری 2 به توان M امتحالات داره که M الان اینجا 3. خب و هر کدوم از اینا میتونن 0 باشن یا 1 باشن، درسته؟ چند تا از این جدول ها میتونیم درست کنیم با این نه کلن ایجنت ها رو اصلا فراموش کنیم، چند تا از این جدول ها میتونیم درست کنیم؟ اینا هر کدوم 2 حالت دارن دیگه، یا 0 یا 1، درسته؟ پس 2 به توان اون تعداد 2 به توان 8 یا 2 به توان 3 از این جدول ها میتونیم درست کنیم. یعنی همون n به توان m که اینجا جاش عدد گذاشتیم. خب پس هر استراتژی یه جدوله که من این استراتژی رو میدم به ایجنتم و بهش میگم بر مبنای این بیا تصمیم بگیر. خب و به هر ایجنت ممکنه چند تا از این جدول ها بدیم و بیاد ببینه کدوم بهتره و استفاده کنه از اون استراتژی که بهتره. خب حالا بیایم ببینیم که چه شکلی اینو بردن تو بازارهای مالی و اینا ازش استفاده کردن. اولا که گفتن یه بازار مالی در نظر بگیرین N تا ایجنت داره، خب و N رو فرد در نظر گرفتن. خیلی هم مهم نیست این N فرده، میتونه زوج باشه، ولی یه تعداد از اون استپا رو باید میذاشتیم کنار چون 50-50 میشدش، بازنده نداشتیم و کلا اساس این نظریه بر اساس اینه که همیشه بازنده باید داشته باشیم. خب ولی حالا فرض کنین N فرده و هر ایجنت در هر گام زمانی میتونه 2 اکشن مختلف داشته باشه، بخره یا بفروشه. اگه بخره اکشنش 1، اگه بفروشه اکشنش -1. خب و این که میایم از این دریای استراتژیامون میایم استا استراتژی میدیم به ایجنتامون. خب حالا چه جوری از این استراتژیا انتخاب میکنن و جلوتر میگم و اینکه یه هیستوری وجود داره یا یه مموری وجود داره که بین همه ایجنت ها معلومه چیه. خب به خاطر اینکه همه میدونیم که مثلا به ازای ام مساوی 5 هفته قبل چه اتفاقی افتاده، کیا شرکت، یعنی بیشتر شرکت کردن از 5% یا کمتر از 5% شرکت کردن، یه همچین چیزی. خب یه کمیت دیگه تعریف میکنیم به نام اتندنس یا مشارکت، جمع اکشن همه این ایجنت ها هستش. یعنی من اینجا می نویسم که این مهمه باش کار داریم، ای تی میشه زیگما روی آی تی، جمع اکشن همه ایجنت هامونو بهش میگیم اتندنس. اگه این اتندنس مثبت باشه یعنی چی؟ یعنی یه عدد مثبت به دست بیاد یعنی چی؟ آره همه، اگه مثبت بشه یعنی همه خریدن، اگه منفی بشه یعنی همه فروختن. یه جوری نشون میده که آره اکثرا، ببخشید همه منظورم اکثرا. خب حالا قبول دارین توی بازار اگه تعداد فروشنده ها از تعداد خریدارا بیشتر باشه قیمت میاد پایین؟ آره. یا اگر تعداد فروشنده ها کمتر از تعداد خریدارا باشه قیمت میره بالا؟ خب این اتندنس به خاطر این شکلی تعریفش کردیم چون چیز مهمیه و میایم این شکلی به هر ایجنت تو هر گام زمانی امتیاز دهی میکنیم. ببینید این ایجنت ها میتونن جز دسته خریدارا باشن یا فروشنده ها، درسته؟ چون اکشنشون مصادفی 1. این ای تی اگه مثبت باشه
اون ایجنتی میبره که خریدار باشه دیگه، درسته؟ اکشنش منفی یک باشه، درسته؟ ببینید این ATA اگه مثبت باشه یعنی همه میخوان بخرن، خب؟ اگه یکی بخواد بخره قبول داریم متضرر میشه تو این بازار؟ نه نه، همه میخوان بخرن، قیمت رفته بالا، خب؟ شما در صورتی میبری که عضو فروشنده ها باشی، خب؟ به خاطر همین این امتیازدهی رو ما این شکلی تعریف میکنیم که منفی اکشن ضرب در اتندنس، هر چقدر تو ماینوریتی بیشتر قرار بگیری بیشتر سود میکنی، خب؟ به خاطر اینکه این جی آی اون با ای تیمون متناسبه، بهش میگیم امتیاز واقعی، یعنی اون چیزی که ایجنت به دست میاره توی تحول این بازار، خب؟ و یه مدل امتیازدهی دیگه داریم به نام امتیازدهی مجازی. ایجنت به هر کدوم از استراتژیاش طبق این معادله‌ای که من نوشتم میاد امتیازدهی میکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا یه قدم که رفت جلو، فرض کنید که از یه استراتژیش استفاده کرد، خب؟ میاد میبینه اگر از استراتژی های دیگه هم استفاده میکردم چه اتفاقی میافتاد، چقدر به دست میآوردم، خب؟ و به هر کدوم از استراتژی هاش که استا هستن امتیازدهی میکنه، یعنی همون دستاوردی رو اد میکنه که اگر از اون استراتژی استفاده میکرد به دست میآورد، خب؟ و توی قدم های بعدی از استراتژی استفاده میکنه که بیشترین مقدار امتیاز رو داشته باشه. خب؟ سوال نیستش تا اینجا؟ ببینید هر کدوم از این استراتژی‌ها صرف نظر از این که کدوم رو انتخاب کردم، خب بهشون امتیاز میدم. یعنی فرض میکنم اگه از استراتژیه، فرض کنیم از سه تا استراتژی داریم، A و B و C، خب؟ و من از B استفاده کردم و حالا رفتیم مرحله بعد و دوباره میخوام ببینم از کدوم استراتژی استفاده میکنم، خب؟ ببینید از این به این استراتژی ها هم امتیاز دهی میکنیم، خب؟ ولی ازشون استفاده نکردیم، فقط میگیم اگر از این استفاده میکردیم چی به دست میآوردیم، یا اگر از این استفاده میکردیم چی به دست میآوردیم، خب؟ اینا آپدیت میشن و میبینیم توی مرحله بعد امتیاز کدوم بیشتره و از یک کدوم از اینا استفاده میکنیم. اوکی؟ به این مدل امتیازدهی میگن لینیر پی آف شم، خب؟ ولی مدلای دیگه امتیازدهی هم وجود داره. خب حالا اومدن دوباره شبیه سازی انجام دادن و به ازای یه بازار که 301 عضو داره و به هر کدوم از اعضا دو تا استراتژی دادیم و مموری تایمای مختلف 2, 7 و 15، اومدن اتندنس و رفتارش رو بر حسب گام زمانی رسم کردن. خب این بالایی برای مموری های کوچیکه، خب یه همچین رفتاری پیدا میکنه. هرچی مموری بزرگتر میشه این سیگمامون کمتر میشه و تعداد افرادی که متضرر میشن تو این بازی ها کمتر میشه. خب حالا اگه نگاه کنین این ایه اتندنس همون میانگینش صفره دیگه، درسته؟ میبینین؟ اگه بخوایم یه سیگما به دست بیاریم، سیگما اون میشه میانگین اتندنس به توان 2، خب؟ با میانگین اتندنس به توان 2 متناسب. و اینکه دوباره قبلا هم گفتم واسه هم مهمه که فلکچویشن ها رو کمتر کنیم، که مثلا فرض کنید یه دولت مرد و اینا میخواد تصمیم بگیره واسه جامعه، خب واسهش مهمه که کمتر ملت اعصابشون خورد بشه یا کمتر متضرر بشه. حالا یه سری خواص فیزیکی داره این قضیه. یه پارامتر نظم تعریف میکنیم به نام آلفا که از 2 به توان m به روی n، m همون مموریمون بود، n هم تعداد ایجنت هامونه، خب؟ و اگه بیایم این سیگما رو که نشون دادم چجوری به دست میاد
بر حسب این آلفا پارامتر نظممون رسم کنیم، میبینیم هر چقدر این آلفا افزایش پیدا میکنه، اولش اینجا هستیم، هر چقدر آلفا افزایش پیدا میکنه این مقدار سیگمامون کمتر میشه. اونجا هم دیدیم، خب همینجوری کمتر و کمتر میشه، میرسیم به یه جایی که یک میشه. خب این یک متناظر با اینه که ایجنت ها رندوم تصمیم بگیرن، یعنی استراتژی رو بذاریم کنار فقط رندوم تصمیم بگیرن. خب اگه رندوم تصمیم بگیرن سیگما 2 متناظر با n میشه. خب بعد جالب اینجاست، اولش از رندوم بدتر داریم عمل میکنیم، بعدش هر چقدر آلفا زیادتر میشه به یه جایی میرسیم که از رندوم بهتر میشیم و به ازای یه آلفا که بهش میگیم آلفای کریتیکال کمترین مقدار سیگما داریم و از اون به بعد با افزایش آلفا دوباره این مقدار سیگما افزایش پیدا میکنه تا اینکه برسه مثل همون حالت رندوم بشه. خب دو تا فاز اینجا داریم، به یکیش میگیم فاز سیمتریک و اون یکی فاز آسیمتریکه. خب که چرا به این حالا میگیم سیمتریک و آسیمتریک؟ به خاطر این نکنید اگه احتمال اکشن یکو بیایم حساب کنیم برای یه مموری تایم مشخص و یه آلفای مشخص که آلفامون کوچیکه، خب به ازای هر کدوم از این مموری ها، به این الان M5 چند تا مموری میتونیم داشته باشیم؟ 2 به توان 5. 32 تا مموری مختلف میتونیم داشته باشیم. خب به ازای هر کدوم از اینا میایم این تحول بازار رو بهش نگاه میکنیم و میبینیم که چند دفعه یک اکشن یک اومده و چند دفعه اکشن منفی یک اومده. اکشن های یک رو میشموریم میبینیم احتمالش 1/2 اکشن یک. خب اگه اینو واسه همه این مموری تایم های مختلف، مموری های مختلف به ازای آلفای 316,000 که کمتر از آلفا کریتیکال حساب کنین، این یه حالت 1/2 به خودش میگیره. به خاطر این به این میگیم فاز سیمتریک و این فاز غیر قابل پیش بینیه. اون فاز آسیمتریک به ازای اون آلفای بزرگتر از آلفای کریتیکال اگه حساب کنیم میبینیم که بعضی از مموری ها هستن که اکشن توش قابل پیش بینیه. مثلا نکنید این اگه حالا نمیدونم یکی از مموری های دیگه 64 تا به ازای M مساوی 6 مموری داریم، یکی از مموری ها رو نکنیم مثلا این، اگه این مموری اتفاق بیفته ما میتونیم پیش بینی کنیم که احتمال خیلی زیاد اکشن ایجنت ها منفی 1. خب بعد این میتونیم پیش بینی کنیم و این فاز آزیمتریکمون پیش بینی پذیره. و بله اشتباه نه ببینید این آلفا رو نکنید، هست 2 به توان m به روی n. خب آلفا رو عوض کردیم ولی m ها متفاوت بود، اصلا واسه ما مهم نیستش، مسئله فقط روی چیز حساسه، آلفا حساسه. نکنید اینجا من یادم رفت بگم، نکنید به ازای n های مختلف میبینید نمودار کلن روی همه. خب مسئله فقط به آلفا و فقط به اس، به این دوتا پارامتر بستگی داره. یعنی شما یه آلفا مشخص بدیم به مسئله، اصلا مهم نیستش که ان چقدر ام چقدر. خب آلفا اگه یکسان باشه رفتار کلا یه چیزه. من منظورم این بود که مثلا من منتظرم توی یه سیستم با یه تعداد ام مشخص به ازای آلفاهای متفاوت که معنیش اینه که ان متفاوت باشه این اختلاف فاز رو ببینم، ببینم یه جا داره گزاره فاز رخ میده. خب این اتفاق میفته ولی تو اون اصطلاحی که شما نشون دادید به ازای دو تا ام نمودار نشون داده. ببین نکنید شما دارید میگین توی سیستم مشخص که چیا فیکس باشه، ام فیکسه. خب تغییر آلفا فقط ناشی از تغییر ام. خب من باید ببینم که تو اون سیستمی با یک ام معین به ازای یه سری آلفا ها یه فازو دارم، آلفا تغییر. آها آها ببین حق با شما ها. خب من اینو شبیه سازی نکردم، اینو کسی که مقاله رو نوشته شبیه سازی کرده. خب شما درست میگین، شاید بهتر بودش که آره اون n مساوی با n رو
دست میزد امو ثابت نگه میداشت، ولی این کار نکرده دیگه، چون احتمالاً برایش سخت بوده که مثلا آلفا رو عوض کنه بیاره این بره اون آلفا کریتیکال. ولی حالا حق با شماه، اینجا اینو ثابت در نظر گرفته. چی؟ اس استراتژیه. یعنی الان اس اینجا دوه، یعنی دوتا استراتژی به هر ایجنت دادیم. حالا یه کمیتی تعریف میکنیم به نام پردیکتیبیلیتی که این کمیت بین 0 و 1. خب چجوری تعریفش میکنیم؟ میاییم به ازای یه مموری خاص اتندنس رو ازش میانگین زمانی میگیریم، توان دوشو. خب توان دوشو میانگین زمانی میگیریم، بعد رو همه مموری ها دوباره میانگین میگیریم. چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که برای فاز سیمتریک این پردیکتیبیلیتی که به دست میاد یه عددیه هلوش صفر، ولی وقتی فاز داره آزیمتریک میشه یه تغییر فاز مرتبه دوم داریم. ما اینجا تغییر فاز پیوسته داریم و هر چقدر این آلفا بیشتر میشه پردیکتیبیلیتیمون بیشتر میشه و این خیلی جالبه. و این که نکته جالبترش اینه که به ازای اسای مختلف، به ازای اسای مختلف اگه همون نموداری که بهتون نشون دادم رو رسم کنیم، این آلفا کریتیکاله را میفته میره جلو. خب که اگه برون یابی کنیم به این اصلا میرسیم که آلفا کریتیکال میشه آلفا کریتیکال به ازای اس مساوی 2 بله اس منفی 2 دوم. و جالب اینجاست که این قابل حد زدنه دیگه، هر چقدر اس زیادتر بشه خب عمل کرده ایجنت هامون باید بدتر بشه دیگه. این کسی میدونه چرا؟ میتونید بگین چرا؟ اون استراتژی چی بود؟ خریدن و فروختن بود؟ استراتژیمون یه جدول بود، میدادیم ایجنتمون، میگفتیم اگه مموری این شد بخر، اگه مموری اون شد بفروش. اون تصمیم نمی، اون اطلاعاً ایجنتتون خیلی راحته، ایجنتتون میبینه کدوم استراتژی بیشتر امتیاز داره اونو انتخاب میکنه و از اون استفاده میکنه. اصلا قدرت تصمیم گیری اینجا رفته کنار. زیبایی قضیه هم همینه، اون آقای آرتور این شکلی مثلا حل کرده که ایجنت ها دیگه به خودشون فشار نیارن، راحت تصمیم بگیرن. خب ولی موضوع اینه که اگه اسو خیلی زیاد کنیم، خب چون داریم هی مثلا فرض کنین بذاریم ماکسیموم مقدار استراتژی هایی که میتونیم داشته باشیم، یعنی همین دو به توانه مثلا دو به توانه ام. خب اگه همه ایجنت هامون یه جدول، یه سری جدول داشته باشن، اینا همه با هم آپدیت میشن خب و همشون با هم انتخاب میکنن یه چیز رو، همشون با هم انتخاب میکنن و همه هی میبازن. به خاطر همین هر چقدر اس بیشتر بشه عمل کرده ایجنت هامون بدتر میشه و این نموداره شروع میکنه راه میفته میره این وری. خب حالا از این قسمت سوالی نیست از این قسمت ماینوریتی گیم؟ یه دونه استایت برمیگردیم. این اچه که همین نمودارش، این نمودار این سمتیه مثل نمودار همون سیگما بر هست که اناس، یعنی این عدد خواهد آها اینو داری میگی؟ شبیه نمیدونم ولی بعید میدونم این به یک میل میکنه. آره اونم به یک میل میکنه. جالبه. چرا دیگه؟ اگه رندوم بشه که اصلا من قابل پیشبینی نیست برم سیستم. اگه رندوم بشه نمیدونم قدر چه اتفاقی میفته. چون دو تا رندوم بشه که اصلا نمیتونم پیش بینی کنم. درسته. رندوم بشه نمیتونی. خب پس این به معنی نیستش که اگه آلفا زیاد بشه پیش بینی من بهتر میشه. همچه چیزی نداره. درست میگم اینا؟ درست هایی میگیم. ولی حالا من خودم تا حالا به این قضیه فکر نکرده بودم که شما درست میگین، میگین که اگه آلفا زیاد بشه سیستم میره تو حالت رندوم. خب و اگر تو حالت رندوم بره دیگه پیش‌بینی پذیر نیستش و اتفاقا هم
درسته، چون A هی مثبت منفی میشه اینا صفر میشه، دوباره باید برگرده رو صفر. خب حالا نمیم شاید برگرده رو صفر، نه بر نمیگرده رو صفر دیگه. حرفتون درسته، من تا حالا به اینش فکر نکرده بودم. حالا چیز نکته جالبی بود واقعا. نه اینجوری نیسته، شما نها کنید به ازای هر سیستم، خب به ازای هر سیستم شما میتونین بیاین یه جوری مثلا سیستم اون اناشون معلومه دیگه، معمولا انش معلومه. خب شما میتونید بیاین یه کاری کنید، یه تعداد استراتژی مشخص بدین که آلفاتون بیفته این هول و هوش. خب اگه آلفاتون بیفته این هول و هوش، از رندوم دارین بهتر عمل میکنین. ولی دکتر جعفری درست میگن، اغلب موارد رندوم تصمیم گرفتن تو این جور جاها به نفع آدمه، چون که خیلی احتمالش کمه که آدم اینجا رو شناسایی کنه و دقیقا بیفته اینجا. این درسته. ببین خودشو. آره آره، اون چیزی که به دست می آورد دقیقا همین دیگه. شما رفتین اصلا فروشگاه، خب حالا این مثال خوبی نیستش، ببینید اون چیزی که طرف به دست میاره، خب اون با بهترین استراتژیشه. خب ولی بعد از این که به دست آورد، میاد حساب کتاب میکنه که اگر از استراتژی دیگه هم استفاده میکردم چه اتفاقی میافتاد. این موقعی داره حساب میکنه که استراتژی برای حفظ کرده دیگه، دست به دست. آره آره، اصلا از اون آره آپدیت نشدن. وقتی خودش دیگه یعنی میفهمه که چی دیگه بهتر بوده، ولی خودش آپدیت نمیکنه. نه نه، چیزش دیگه معامله انجام شده. مثلا اینه که شما رفتی مثلا یه کالا خریدی، حالا بعداً میگفتی ای کاش مثلا وای میسادم دو روز دیگه میخریدم. استراتژی ای کاش وای میسادم دو روز دیگه میخریدم امتیاز میگیره اینجا. اوکی؟ خب دیگه انظام دیگه آپدیت میشن. شما امتیاز دهی میکنی به استراتژیات. اون حالا چیز برنامه‌نویسیشه. امتیاز دهی میکنی تو گام زمانی بعدی، حالا میبینی کدوم بیشترین امتیاز داره، از اون استفاده میکنی. خب حالا بریم سراغ یه سری از حقایقی که تو بازارهای مالی وجود داره. قبلش من یه سری تعریف باید بکنم. احسن، یعنی یه دن انتخاب میکنی، اینو معامله میکنی، میذاری تو جیبت. حالا که رفتی قدم بعد، نگاه میکنی که اگه از این استفاده میکردم چی میشدش، اگه از اون یکی استراتژی استفاده میکردم چی میشدش. این شکلی آپدیت بعدی، آره هر کدوم که بیشتر امتیاز داشت از اون استفاده میکرد. خب یه مفهومی داریم به نام پرایس ریترن، که یا بازگشت قیمت. اگه یه دنباله قیمت داشته باشیم، مثلا قیمت هر کالایی، مثلا نون، نمیدونم قیمت سهام یه شرکت یا هر چیزی، میتونیم یه ریترن واسش تعریف کنیم که این ریترن چیه؟ ببینین مثلا یه دنباله قیمت داریم، 1, 2, 7, 18, 5, 3, 14. خب همینجوری اگه بخوایم فرض کنیم این تی مساوی 1ه، این تی مساوی 2ه، این 3، این 4ه، اگه بخوایم ریترن تی ریترن تو تی مساوی با 1 و به ازای گام مثلا 2 رو، یکم نه 2 رو حساب کنیم، میایم چیکار میکنیم؟ قیمت تو لحظه 1 به علاوه، یعنی تو این لحظه 1 به علاوه دلتا تی، که دلتا تیمون 2ه، میشه قیمت تو لحظه 3 منفی قیمت تو لحظه 1. به این کمیت میگن ریترن. خب یه تعریف دیگه میتونیم واسه ریترن بکنیم به نام لوگ پرایس ریترن، که به جای خود قیمت از لوگاریتم قیمت استفاده کنیم. این دوتا تعریف معادلن، ولی توی شبیه سازی ها مردم ترجیح میدن که از لوگ پرایس ریترن استفاده کنن که قیمت یهو منفی نشه. خب چون ما معادلایی که می‌نویسیم برای ریترنه، خب اگه از خود ریترن استفاده کنیم قیمت میتونه منفی بشه، خب ولی معمولا از لوگ پرایس ریترن استفاده کنیم قیمت منفی نمیشه.
یک امیلیت دیگه داریم به نام ولاتیلیتی یا شاخص نوسان. شاخص نوسانمون میشه ریترن به توان دو منفیه میانگینه همه ریترن ها، یه رادیکال هم ازش میگیم. ولی معمولا این شاخص نوسانه اندازه خود ریترنه. خب چرا؟ بقید اینکه این تو بازار مالی معمولا صفره. خب آره واریانس ریترن. خب حالا بریم سراغ یه بازار مالی. این داده‌ای که من اینجا آوردم برای سهام داجونز صنعتیشه، خب از سال 2000 تا 2011. خب یعنی چی؟ قیمت رو برداشتن در اصل زمان کشیدن. یکی از مسائلی که تو بازار مالی ما می‌بینیم اینه که معمولاً افتای قیمت به این پدیده ها میگن مارکت کرش یا سقوط بازار. معمولاً سقوط های بازار خیلی ناگهانی رخ میدن، خب؟ ولی صعود بازار یا افزایش قیمت معمولاً خیلی نرم و تدریجیه. تو این مسئله دلار هم دیدین دیگه، دلار از 10 تومن همینجوری آروم آروم نسبتاً رفتش روی 17 تومن 18 تومن، یهو دوباره افتاد توی دو سه روز روی 10 تومن. یادتون هستش؟ این توی خیلی از بازارها این مسئله اتفاق میفته. این سقوط قیمت اینجا توی این نمودار که تو سال 2009 اینا اتفاق افتاده، این برای همون رکود اقتصادی آمریکاه. یادتون باشه سال 2009-2008 اینا یه رکود اقتصادی داشت آمریکا. خب حالا بگذاریم، اگه بیایم برای این رشته قیمت ها بیایم این ریترن رو حساب کنیم، یه همچین شکلی به دست میاد. خب و موضوع جالب اینه که اگه ولاتیلیتی یعنی همون اندازه این ریترن رو حساب کنیم، میبینیم که این نوسانات خیلی دسته‌ای هن. یعنی یه جا که نوسانات زیاد شده، هول و هوشش هم حدوداً نوسانات زیاده. خب این هم یکی از مشخصهای دیگه بازارهای مالیه، یعنی نوسانات خوشه‌ای هن. خب یه مشخصه دیگه اینه که توی بازارهای مالی ما معمولاً طول همبستگی داریم برای قیمت‌ها. یعنی این چیزی که الان من اینجا کشیدم اوتوکورلیشن فانکشن رو برای همون داده اقتصادی حساب کرده. ببینید حدود 40 ماه قیمت ها به هم همبستن. خب بعد اومده برداشته یه شبیه‌سازی انجام داده، از یه رندوم واک استفاده کرده و فرض کرده بازار رندوم واکه. خب و میبینیم که اوتوکورلیشن خیلی سریع میفته همون اول هلوش صفر. خب پس تو بازارهای مالی یه حافظه داریم، یعنی مردم همیشه یه مقدار قبل رو در نظر میگیرن. مثلا این حوادث اخیر که برای دلار افتاد و مردم تو یادشون میمونه تا مدت‌ها و این بازار رو تحت تاثیر قرار میده. ولی هیچ کسی یادش نیست که مثلا 30 سال پیش قیمت دلار چی بود و چه اتفاقاتی مثلا اون موقع افتاد. پس اینم یکی دیگه از این شاخص‌های اقتصادی بازاره. یه موضوع دیگه هم اینه که اگه شما بیاین تاب توزیع ریترن رو رسم کنین، میبینین که این تاب توزیع دمپهنه نسبت به گوسی. نکنین الان گوسیه، این خدچینه گوسیه، این تاب توزیعه که واسه قیمتهای واقعی به دست آوردیم، برای ریترن قیمتهای واقعی به دست آوردیم، و این هم تاب توزیع لویه. میبینید نه لویه نه گوسیه و دوماش هم پهنه. خب این هم یکی دیگه از شاخصهای بازارهای مالیه، یعنی تاب توزیع ریترن برای مدت زمانه کم معمولا دومش پهنه. این رفتار توانی میبینیم. یه موضوع دیگه هم که ناشی از همین اثری که الان گفتم اینه که اگه شما بیاین تاب توزیع تجمعی ریترن رو رسم کنین، تاب توزیع تجمعی یعنی چی؟ یعنی اینکه
چه کسری از ریترن ها بیشتر از این مقدارن؟ دوباره چه کسری از ریترن ها بیشتر از این مقدارن؟ خب اینو بیاین رسم کنین، تهش میبینین که دوباره یه رفتار توانی میبینیم. یعنی این نمودار لوگ لوگ الان، خب تهش دوباره میبینیم یه این خط میشه و یه رفتار توانی میبینیم. این هم یه شاخصه دیگه از بازارهای مالیه. سوالی از این قسمت ندارین؟ رفتار توانی خوبه؟ رفتار توانی خوب منظورتون چیه؟ ببین رفتار توانی کلن ریسک رو زیاد میکنه دیگه، یعنی یهو ممکنه ریترن زیاد بشه، افت و مثلا زیاد شدن قیمت یهو زیاد بشه، یعنی بازارتون رو پر ریسک میکنه. در حالت عادی بازار ما نکنید تو این نمودار نکنید ریترن های کم رو میبینین، خیلی خوب فیت شده برازش گوسی، خیلی خوب فیت شده خب، ولی ریترن های زیاد از اون برزش گوسی تبعیت نمی کنن. یعنی چی؟ یعنی توی بازار مالی خیلی موقع اتفاق می افته که یهو قیمت خیلی زیاد بشه یهو خیلی کم بشه. اگه این دومه پهن رو در نظر نگیریم، خب بازار یه رندوم واکه، هر بازار مالی یه رندوم واکه، در واقع هر بازار مالی یه رندوم واکه علاوه یه نوفه رنگ، یه نویز رنگ شده. خب که اگه اون نویز رو در نظر نگیریم یه رندوم واکه. خب مموری بازار چه حد متمایز میکنه نسبت به نمودار رندوم واک؟ بستگی به بازارش داره دیگه. ببین مثلا الان من یعنی هیچ کدوم یادمون نیستش که مثلا قیمت گوشت 3000 سال پیش چقدر بوده دیگه، درسته؟ خب هم به بازار بستگی داره، هم به این بستگی داره که چقدر داریم بهش نگاه میکنیم. اگه خیلی دور بشه، خب این خیلی سال قبل رو در نظر بگیریم، معمولا مردم اصلا در نظرش نمیگیرن. خب بسته به بازار، به بازاری که مثلا بازار دلاره، نمیدونم بازار سهام یه شرکت خاصه یا هر چیزی، بسته به اون بازار هر بازاری یه مموری داره. خب بعضی بازارها مموریشون خیلی زیاده، بعضی بازارها مموریشون کمه. خب بستگی به خود بازار داره. چجوری دوستش میکنیم تو مورد مثلا؟ چجوری تو مثلا میخوام یه جوری با رندوم واکش مثلا تطبیق بدیم مثلا مموری هم چجوری مثلا لازم کنید؟ ببینید اگه مموری داشته باشه بازارتون، خب همبستگی بین قیمت ها زیاد میشه. یعنی چی؟ یعنی که اگه یه جا قیمت شرکت زیادتر شد، روند زیاد شدن باعث میشه که احتمالا یه قدم بعدی قیمت دوباره زیاد بشه، کم نشه. خب یه همچین اتفاق میفته. ولی اگه رندوم واک باشه احتمال زیاد شدن یا کم شدن برابره، 50%. خب یعنی مموری یه همچین اثری میذاره. اصلا یکی از عواملی که این وقایع اتفاق میفته توی بازار مالی، این پدیدار ما میبینیم، همین مموریه یا همون طول همبستگی. خب حالا بریم سراغ یه مدل اقتصادی که بر اساس ماینورتی گیم داده شده. این مدل رو خود آقای جنگ داده، همون کسی که ماینورتی گیم رو ساخته. یعنی مقاله شو من دقیقا مقاله خود جنگ. توی این مدل یه بازار در نظر بگیرین، دوباره یه تعدادی عضو داره. توی این بازار یه تعدادی پرودوسرز داریم، یه تعدادی اسپکولیتورز داریم. خب پرودوسرز ها همون فروشنده هن یا خریدار هن که عادی رفتار میکنن، اسپکولیتورز ها همون دلالا هن. حالا من یه خورده در مورد رفتار هر کدوم توضیح میدم، حالا بعدش سعی میکنیم بازار رو شبیه سازی کنیم. پرودوسرز ها رفتارشون مشخصه، یعنی مثلا طرف نگاه نمیکنه ببینه روند بازار چی میشه، مثلا جنس داشته باشه یه پیشنهاد خوبم مثلا بهش بدن میفروشه جنسشو. خب
و اینکه اونا فقط از بازار برای مبادله کالاشون استفاده میکنن، قصد دیگه ای ندارن و اینکه فقط نسبت به همون موقعیت هایی که بهشون پیشنهاد میشه تصمیم میگیرن و این رفتار پرودوسرز ها همون رفتار رندوم واگونه بازار رو ایجاد میکنه. توی این مدلی که میخوام ارائه بدم، پرودوسرز ها در هر گام زمانی به صورت رندوم اکشن مثبت منفی یک دارن، خب یا میفروشن یا میخرن. در مقابلشون دلالا هستن. دلالا کسایی هستن که سعی میکنن معامله وقتی میکنن خودشون رو با روند بازار وقف بدن و اینکه یه سری الگو دارن، معمولا سعی میکنن که اینکه معامله میکنن یا نمیکنن و با توجه به اون الگوهایی که دارن تعیین کنن. یعنی تو این مدل دلالامون میتونن معامله کنن، میتونن بخرن، میتونن بفروشن، میتونن معامله نکنن. خب یعنی نسبت به پرودوسرز هامون یه اکشن دیگه دارن، اکشن صفر، که میتونن معامله نکنن. کلا وقتی معامله میکنن که حس کنن با اون استراتژیایی که دارن سود میکنن و خیلی به اخبار و روند بازار اهمیت میدن. و این باز میگم همون رفتاری که دیدیم برای بازار اقتصادی، گفتم یه رندوم واکه به علاوه یه نویز رنگ شده. در واقع این دلالان که این نویز رو رنگ میکنن. حالا آخر این سمینار کامل اینو متوجه میشیم. خب حالا تحول قیمتمون تو این بازار معادلش چیه؟ معادلش اینه، ریترنمون میشه اتندنس تقسیم بر لاندا. چرا این معادله رو می‌نویسیم؟ اول سمینار توضیح دادم، گفتم اگر اتندنس مثبت باشه همه میخوان بخرن، خب همه اگه بخوان بخرن قیمت تو بازار میره بالا، درسته؟ اگه اتندنس منفی باشه همه میخوان بفروشن، قیمت میاد پایین. اگه ریترن مثبت باشه یعنی قیمت رفته بالا، اگه ریترن منفی باشه یعنی قیمت اومده پایین. یه پارامتر دیگه هم داریم اینجا به نام لاندا که بهش میگن عمق بازار. هر چقدر این عمق بازار بیشتر باشه، تغییرات قیمت اجناس یا سهاما تو اون بازار خیلی حساس نمیشه به مقدار اتندنس، یعنی همون عرضه و تقاضا. یعنی هرچی عمق بازار بیشتر باشه کلن قیمت ها سخت‌تر تغییر میکنه. اونو با لاندا نشون میدیم. تو این مدلی که من الان دارم ارائه میدم، مموری و خبرها و همه چی رو با یه دونه عدد صحیح بین یک تا پی نشون میدیم. به جای اینکه یه مموری مشخص داشته باشیم که یه حافظه مشخص داشته باشه، یه عدد بین یک تا پی به نمایندگی از اونا میذاریم. یعنی به جای 2 به توان m یه عدد داریم بین 1 و p. اوکی؟ خب پرودوسرز ها رو گفتم که همیشه یا میخرن یا میفروشن در هر گام زمانی. اسپکولیتورز ها اس به علاوه 1 استراتژی دارن. خب استراتژی صفرشون متناظر با اینه که هیچ کاری نکنن. خب استراتژی بعدیشون از همون دریای استراتژی که گفتم بهشون میدیم. الان دریای استراتژی اینجا چند تا عضو داره؟ 2 به توان p تا دیگه، درسته؟ 2 به توان p تا عضو داره. اینا اگه یادتون باشه 2 به توان m بود. خب 2 به توان p تا عضو داره. از اینا میایم استراتژی بهشون میدیم و علاوه بر اونا یه استراتژی هم دارن، استراتژی این که نبخرن نبفروشن. خب دوره امتیاز دهی مجازی به همون سبک داریم، با این تفاوت که همیشه استراتژی نفروختن نخریدن یه امتیاز اپسیلون میگیره.
چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه طرف پولشو بذاره تو بانک هیچ ریسکی نداره دیگه. خب این میتونه متناظر با این باشه که مثلا اون دلال پولشو گذاشته باشه توی کاری که بی ریسک باشه، مثل بانک مثلا. لاندا عمق بازار رو میگین؟ نمیدونم که دقیقا چیه. میتونه مثلا چیز بده. تعدادشون مثلا زیاد باشه دقیقا. آخه اینجوری نیستش لزومن که مثلا اگه تعداد زیاد باشه عرضه و تقاضا مثلا چیز باشه. نه گفته یه چیزیه که اگه زیاد باشه تغییرات نوسان آره. قیمت کمه. درسته. بیاین فرض کنیم که آره بیاین فرض کنیم که تعداد خیلی زیاده. خب اگه تعداد خیلی زیاد باشه، یه تعداد خیلی زیادی از این تعداد خیلی زیاد، بیشتر از 50% مثلا بخوان بفروشن، قیمت پایین نمیاد؟ تغییر میکنه دیگه. پس این به چیز از این لحاظ ربطی نداره به تعداد افراد. خب حالا من دقیقا نمیدونم چیه، به خود بازار ربط داره. بعضی بازارا چرا بازار مثلا تحت تاثیر رفتار کالکتیو قیمتش تعیین میکنه؟ آره کلا بعضی بازارا مثلا خیلی حساسن، بعضی بازارا حساس نیستن به چیز. حالا من دقیقا نمیدونم کدوم بازارا خیلی حساسن کدوم بازارا نیستن. حالا با این فرض‌ها اگه بیاییم ریترن رو حساب کنیم با توجه به همون معادله‌ای که گفتم، این به دست میاد و خیلی جالبه که دوباره می‌بینیم که این نوسان‌ها دوباره خوشه‌ای هست. یعنی مدلمون برای توصیف خوشه‌ای بودن نوسانات موفق بوده. خب از طرفی باز یه نتیجه جالب‌تر میتونیم بگیریم. این اومده تعداد دلالای بازار رو، ببینید ما مدلی که ساختیم تعداد دلالامون 501ه، تعداد تولید کنندگامون 1001ه. خب اون اپسیلونه 100ه، اسمون 2ه، پیمون 16ه. خب جالب اینجاست که تعداد دلالای فعالمون وقتی نوسانات قیمت زیاد میشه زیاد میشن و میتونیم بگیم که احتمالاً عامل نوسانات زیاد قیمت دلالا هست. آره آره یا میتونه این باشه یا میتونه اتفاقا من فکر میکنم که امتیاز دی میرن تو من نمیدونم که دقیقا میرن از اون فاز اپسیلونشون خارج میشن. فکر کنم که تو از فاز همون چیزی که میگی درسته، از فاز اپسیلونشون خارج میشن به خاطر اینکه قبل از این رفتارشون کاملا مثل تولید کننده هاست دیگه، یا مثبت 1 یا منفی 1. حالا ممکنه رندوم نباشه ولی به محض اینکه نوسانات زیاد میشه احتمالا میرن تو فاز اپسیلونشون دیگه. نه اتفاقا فکر کنم نباید کاری بکنن چون بعد یه فرقی با تولید کننده ها داشته باشن دیگه. اونجایی که داره پیک میزنه تعداد دلالا داریم نوسان قیمت رو میبینیم، پس یا خرید داشته یا فروش داشته دیگه، نمیتونه اپسیلون یعنی که هیچ کاری نکنه، نه بخره نه بفروشه. آره خب پس این یعنی که یه کاری بغیر از اون. آره احتمالاً این منطقی تره که مثلا تا اینجا هیچ کاری نکرده باشه یهو اومده باشه تو بازار دیده باشه که مثلا به نفعشه. خب درسته. حالا خلاصه دلال ها عامل نوسان ریترن هست، کلاستر بودن نوسانات ریترن. و این که دوباره اگه بیاییم اوتوکورلیشن رو رسم کنیم دوباره میبینیم که مثل رندوم واک نیستش، یه همبستگی بین این ریترن ها وجود داره. این یکی از اون چیزاست که دوباره توجیه میشه. و این که دوم تاب توزیع تجمعی ریترن رو اگه دوباره اینجا رسم کرده دوباره یه خط شده، یعنی دوباره اون رفتار توانی هم
دیده میشه و در آخر هم اومده قیمت رو، خود قیمت رو رسم کرده و میبینیم دوباره این سقوط ها رو میتونیم توش ببینیم و زیرش هم اومده این تعداد دلالای فعال بازار رو رسم کرده، میبینیم موقعی که سقوط کرده دوباره فعالیت دلالا زیاد شده. کلن از این مقاله و از ارائه این مدل این از جایی گرفته که دلال ها مسئول این به وجود اومدن این استایلایزد فکتن و بدون دلال ها بازار یه رندوم واک بیشتر نیستش. تیلر هم نشون داد دیگه. چی؟ تیلری که آره تیلر نشون اون تاب توزیعو نکشیده، به جاش تاب توزیع تجمعی کشیده. خب چرا اپسیلون جزه؟ اگه اپسیلون زیاد بشه امتیاز نمیده اپسیلون، دلالا کار نکنه بشه امتیاز نمیده. آره اپسیلون اگه زیاد بشه مردم همه پولشو میذارن تو بانک، یعنی دلالا پولشو میذارن تو بانک و احتمالاً این نوسانات و اینا یه خورده مثلا به جای اینکه مثلا اینجا اتفاق بیفته میره جلوتر اتفاق میفته، به خاطر اینکه دلالا دیرتر میان وارد عمل میشن، اپسیلونشون زیاده، سودشون رو دارن میکنن، نمیان از استراتژیشون استفاده کنن، امتیاز اون استراتژی نمیرسه به امتیاز اپسیلون. اوکی از این قسمت سوالی ندارین دیگه؟ خیلی ممنون از توجهتون. اولش نشد معرفی کنم، آقای صفائی دانشجوی سال دوم ارشد دانشگاه شریف هستند، دانشجوی دکتر مقیمی و سال پیش اینجا بود درست میدونم؟ من دو سال پیش اینجا بودم. برای من این سال کسی ندارم خوب جستم. حتی من یه چیزم بگم، من روی شبکه های عصبی کار میکنم، این زمینه کاری من نیستش دیگه. خدا اگه سوال میپرسین نمیتونم جواب بدم، یکی از علتش همین. آره قیمت چیز نیستش. ببینید در قیمت ها، خب قیمت خودش ذاتاً افزایش پیدا میکنه، خب به خاطر اینکه ما لوگاریتم، یه معادله واسه لوگاریتم قیمت داریم، این ببخشید لوگ پرایس ریترن داریم، خب این آره مثلا تی و دلتا تی، این فرض کنین لوگ پرایس ریترن باشه، خب این آره معمولی نی، خب این مساوی با یه اتاییه، خب این مساوی اتاه، اتا که همیشه یا مثلا مثبت یکه یا منفی یکه، خب یعنی فرقی نداره مثبت بودن یا منفی بودن براش، با احتمال برابر مثبت و منفی میشه. خب پس این ریترنه، خب این ریترنه مثلا مساویه تو هر گام زمانی مساویه با مثبت و منفی یه دلتاییه مثلا. حالا خب وقتی که مثبته به خاطر ذات تابع لوگاریتمی، خب رشد قیمت بیشتر میشه. نکنید لوگاریتم هزار چقدره؟ سه. خب لوگاریتم هزار سه. خب لوگاریتم صد چقدره؟ دوه. خب همین نکنید این قیمته دیگه، نه این اگه زیاد بشه یه خورده این خیلی زیاد میشه، ولی اگه یه خورده کم بشه خب این خیلی کم نمیشه. به خاطر همین این قیمت به اسم زمان تمایلش اینه که کلن زیاد بشه. خب حالا ما این رفت معمولا وقتی میخوام بررسی کنن این رفتار قیمت ها رو کلن در نظر نمیگیرن و تا به توزیع برای
این رفتار رو حذف میکنن. خب یعنی این رفتاری که ذاتاً قیمت خودش دوست داره زیاد بشه، این چیزی که ما میگیم جدای از این زیاد شدن است. آره ترندش که این باشه حذف میشه، بعد حالا بقیه مسائل توش مطرح میشه. یعنی کلا قیمت یه روندی بخواد به این دلیل زیاد میشه، یه روند زیاد شده. خیلی ممنون. خیلی ممنون از شما.